بهروز جون. بله آقا. مشکل این زوج جوان چیه؟ این دوتا پاشونو کردن توی یه کفش، میگن ما امروز عقد کنیم بدون هیچ مراسم عروسی، میخوایم بریم سر خونه زندگی خودمون. خب این هیچ خواهیشون جنبه چی داره؟ انتقاد به سنت‌های مرسوم ازدواج. آقای داور، نه اینکه فکر کنید من وضعم خوب نیستا، نه، من اصلا از طبقه متوسط کمی هم بالاترم، فقط من میگم نه جهاز میخوام، نه عروسی میگیرم، نه نامزدی میگیرم، نه هیچی دیگه. ما رفتیم خواستگاری، تموم شد دیگه. در ضمن من و ترانه هم در این زمینه با هم 100% توافق داریم، مگه نه ترانه؟ بله کاملا همینطوره جناب داور. ممکن ما در بعضی از زمین ها با هم توافق نداشته باشیم، اما در این زمینه خاص کاملا با هم عقیده ایم. خیلی عجیبه که یه دختر دلش نخواد عروسی بگیره و جهاز هم از پدرش نخواد. واقعا شما دو نفر آدمای جالبی هستید. خدا زیاد کنه این آدمای جالب و جناب داور. اما آخه من میخوام بپرسم این زوج جوونه لوس فکر نمیکنه که سنت ها رو یه دفعه نمیشه شکست؟ آی داور، من میخوام خواهش کنم شما بفهمید با این همه لوازم خورد و بزرگ زیاد کم که خریدیم، یخچال، تلویزیون، فریزر، اجاق گاز، بشقاب، کاسه، چنگال، ما چیکار کنیم حالا با اینا؟ اجازه بدید میشه دلیل و انگیزتون رو از این حرکت برای ما تعریف کنید؟ بله، شما حساب کنید. معمولا از 5 سال قبل از ازدواج شروع میکنن به جمع کردن جهیزیه، درسته؟ حالا اگر ما فرض بکنیم دختر خانم ها در 17 سالگی ازدواج میکنن، معمولا از 12-13 سالگی خانواده های محترم دختر خانم ها شروع میکنن به جمع کردن جهیزیه برای دختر خانمش. البته الان سن ازدواج بالا رفته و از 17 سال به حدود 23 سال رسیده، یعنی اون فاصله شده 10 سال. 10 سال طول میکشه، وقت هست تا دختر خانوم ها صاحب جهیزیه بشن، یعنی خانواده های محترمشون براشون جهیزیه تهیه بکنن. خب حالا شما در نظر بگیرید این 1,000,000 دختر خانومی که امسال میخوان برن خونه بخت، مادرشون 10 سال پیش براشون 1 سرویس چینی تهیه کرده و از 10 سال پیش تا الان 1,000,000 سرویس چینی داخل خانه ها احتکار شده. خب تورم چجوری به وجود میاد جناب آقای داور؟ این یعنی همراه شدن با تورم. در ضمن خواهش میکنم از رنج روانی خانواده ها هم در طول این 10 سال غافل نشیم. آقای داور، آخه مسائل ما یکی دوتا نیست که. من به خانواده محترم خانومم گفتم بابا خونه من کوچولوه، برای جهیزیه چیزای بزرگ نخریم. نگفتم؟ آخه مگه چقدر از فضای یه خونه کوچولوی استیجاری رو میشه به مبلمان اختصاص داد؟ یعنی میفرمایید ما تجملگراییم دیگه ها؟ تو رو خدا ناراحت نشین آقای عزادی، من میگم آدم اگه تجملگرا هم میخواد باشه باید ابعاد رو در نظر داشته باشه. آخه این نمیشه که خونه من کلش 50 متره، اون وقت اسباب و اساسیه 80 متر جا بخواد. این 30 متر بقیه چی میشه؟ تشریف میبره داخل انباری، خب داغون میشه دیگه. حیف حیف حمید خان که پسر خوب و مهربونی هستی، وگرنه همین الان بهت میگفتم برو پشت سرت هم نگاه نکن دیگه. ایوا تو خدا اینجوری حرف نزنی مامان جان، حداقل به من فکر کنین. بالاخره یه نفر باید این حرکت رو شروع کنه یا نه؟ کدوم حرکت دخترم؟ همین که دخترها بدون جهیزی عروسی کنن؟ خب بله معلومه. ترانه خانم، حمید آقا، باید سنت صحیح و درست رو پیدا کرد. میبخشید، به نظر من شما دارید یه مقدار تون روی میکنید. ببخشید سنت صحیح چی آقای دو؟ نگه داشتن حد تعادل. آقای قربون دهنت آقای رئیس، من خواهش می‌کنم شما حد تعادل رو برای اینا توضیح بدین تا قانعشن. در غیر این صورت اینا بدون جهیزیه و بدون عروسی راه میافتن میرن سر خونه زندگیشون. حد تعادل یعنی حد تناسب.
باید بین نیازها و داشته‌هامون تناسب وجود داشته باشه. واقعا این خارج از تناسبه که من به دخترم یک مبلمان 1,000,000 تومانی بدم در حالی که میدونم این 1,000,000 تومان میتونه جوابگوی ده ها مشکل اونا باشه. خب آقای داور، نظر ما دقیقا نظر شماست، اما ما میخوایم خودمون رو فدایی این راه کنیم. بله، منم تا آخرش هستم جناب داور. که چی بشه؟ هیچی، که اون تعداد از دخترایی که کمتر جواز دارن خجالت نکشن و فکر نکنن اینجوری آبروشون میره. خب باشه، تو هم کم ببر. نه مامان جان، من اصلا جواز نمیبرم که همه بدونن اینجوری هم میشه خوشبخت بود. یعنی تو این حمید خان قراره که خیلی خوشبخت بشین ها؟ بله. خب خانم محترم، نمیشه شما اقلن لوازم اولیه زندگی رو ببرید؟ متاسفانه نه. شما خانمتون رو راضی کنید. آخه من خودم هم مثل ایشون فکر میکنم آقای داور. وقت ما جواب مردم رو چی بدیم؟ بگین ترانه و حمید میخوان به سبک نوین ازدواج کنن. اگه راست میگی همین حرفتو بنویس زیرش هم امضا کن. دست برد مرد حسابی بچه گیر آوردی؟ بگو میخوام خرج عروسی رو ندم. جناب آقای عزادی، مگه یه عروسی چقدر خرج داره؟ چه اجازه بدید من براتون حساب میکنم. یه عروسی آبرومند، خیلی آبرومند. 1,000,000 خرج خرید عروسی، طلاجات و لباس و لوازم آرایش و از این چیزا. 2,000,000 برای اجاره تالار. 500,000 تومان هم خرجای متفرقه، مثل اجاره ماشین و گل زدن ماشین و آرایشگاه و فیلم بردار و عکاس و شعبده باز و از این چیزا. این میشه چقدر؟ 3,500,000. نه شما بگو 4,000,000. 4,000,000، این یه چک 4,000,000 تومانیه، حاصل سالها تلاش من و پدرم. منظورم پدر خدا بیامرزم. خدا رحمت کنه حمید خان. اگه خودت نمیخوای خرج کنی بده من واسات خرج میکنم. جناب آقای عزادی، بفرمایید جهیزیه چقدر شده؟ عرض کنم خدمتتون که خانم چقدر؟ تا الان من فکر میکنم حدود 3,000,000. بابا جون، میشه خواهش کنم شما هم یه چک 3,000,000 بنویسین؟ که چی بشه؟ کار دارم. آهان، خودش میخواد بره برای خودش جهاز بخره. خب چه بهتر. ببین ما به همین کم هم راضی هستیم، منتها هی نگو هیچی نمیبرم. خب عزادی، یه چک 3,000,000 براش بنویس. چشم. مبلغ بسته سمون. آقای داور، مبلغ این دوتا چک 7,000,000 تومنه. میدونین با این 7,000,000 چه کارایی میشه کرد؟ میتونن تعدادی دختر و پسر با هم ازدواج کنن. میشه یه مقدار خونه ساخت. میشه زندانیای گرفتار رو با این پول آزاد کرد. میشه از طریق کمیته امداد به نیازمندا کمک کرد. میشه زمینهایی خرید و تو اون گندم کاشت. میشه کارخونه ساخت و ایجاد شغل کرد. شاعرها میتونن با این پول کتابای خودشون رو چاپ کنن. میشه به یه مرد مستعصل و درمونده کمک کرد که زنشو از مرگ حتمی نجات بده. و خیلی میشه های دیگه. هیچ عیبی نداره حمید جان. با این 7,000,000 تومان هر کاری دلتون میخواد بکنین. هر چی رو که به صلاح میدونیم و اون درست داره همون کار رو بکنین. الهی خوشبخت باشه.
ترانه. همین جان. جانم بود. به کی تلفن میکنی بابا؟ به مادرم که بیاد اینجا. برای چی؟ میخوام با اجازه شما و مامان از آقای داور خواهش بکنم که اجازه بدن صیغه عقد همینجا جاری بشه. من و ترانه از همینجا بریم خونمون دیگه. انشالله به سلامتی، هر جوری دوست داریم. احساس میکنم با شکوه ترین مراسم عروسی دنیا رو داریم برگزار میکنیم. احساس میکنم همه ایران جشن عروسی ما شرکت دارن. به پای هم پیر شاد باشین عزیزان من، مبارکه.